این همون درخته. اگر اینجا روی وجود داره اعلام حضور کنه. صدا از پایین میاد. درود بر دوستان عزیز، با یه ویدیو دیگه برگشتیم. من قصد دارم این عمارتی که پشت سرمون میبینین رو برام داخل. اینجا خونه یکی به نام میش عبدالله بوده که در واقع تو نخلستون کار میکرده و یه درخت وجود داره تو این خونه که پر از رمز و رازه. بریم داخل تا بیشتر بهتون توضیح بدم. درخت کلی داستان پشتشه و معلیا کلی داستان جذاب راجبش گفتن. اگر کسی اینجا حضور داره اعلام حضور کنه. من قصد اذیت و آزار ندارم. سلامت بچه، من سعی میکنم که کمتر حرف بزنم که بتونیم ضبطه خوبی داشته باشیم. من یه دوربین هم اونجا کاشتم از قبل که اگه چیزی دور بر ما پیدا شد بتونیم ببینیمش. مشهدی عبدالله در واقع باغبون بوده که خرماهای خشک و اینا جمع میکرده و یه داستانی که وجود داره میگن این شبا میرفته توی نخلستون خرماهای خشک جمع میکرده که یه بار میاد و کلوم عوض میشه دیگه، یعنی همش اذیت خانوادهشون میکرده که توی شبی که باد لیمر میاد یکی از شاخه های درخته میره تو شکمش، درخت میفته و میمیره. خانواده رو میگم چون خیلی اذیت میکرده، بعدش هم خانوادهشون اینجا رو ترک میکنن، کسی هیچ خبری ازشون نداره که کجا میرن. ولی میگن قبل از مرگش خیلی اذیت میکردن. جا دو تا راپله داره که به بالا میره. این خونه هم که کامل تخریب شده.
جام که یه جاییه که دل بستم. این همون درختم. همسایی ها میگن که از تو این درخت شبا حرف میزنیم بار. این هم یه سری حرف های نامفهوم. الان قصد دارم برم بالا طبقه بعدی. تایم لپس از مکان براتون آخر ویدیو میذارم. اگر روی اونجا حضور داره ما قصد آزار و اذیت نداریم. پشتبون ببینم رایی هست. میکنم از اون اتاق روبرو صدا میاد. این اتاق
دوربین رو دیدم روبرو ترسیدم. در ورودی صدا میاد، احتمالا ناراضی هن که من اینجام. ولی من برای ثبت اومدم و تا چیزی رو تو این جستجو کشف نکنم نمیرم. این اتاق هم نرفتم، میخوام این اتاق رو برم. صدا میاد، من آخوام برم سمت صدا. از اینجا صدا میاد. من که شما هم شنیدی. این بار میخوام از این پلیه برم بالا. اگه روی اینجا هست، من قصد از تو آزار ندارم، فقط برای جستجو اومدم. یه سری صدای ناله میاد اینجا. من نورمو بردارم، شاید گوپرام بتونه یه چیزی رو ضبط کنه. چون کلی لباس ریخته. روی پشت من نمیدونم برام، خطرناک اندنم. این درخت خیلی درخت عجیبیه. توی ادیان مختلف درختی داریم که آدم ازشون آویزونن، که این درخت ها
در واقع یه سری هاشون بدی اومد و یه سری هاشون خوشی اومد، ولی درخت های باستانی ایران همشون خوشی اومد. گوکرن یه نوع درخت باستانی ایرانی هست که نشونه امید و زندگی هست، ولی تا زمانی که سبزن. ولی این درخت خشکیده شده. در یه سری متون اسلامی درخت هایی که کله آدم ازشون آویزونن تو نگارگری ها میتونین ببینین و سرچ کنین و متوجه میشین که اونا اون درخت و درخت شیطانی میدونن، ولی من فکر نمی کنم این درخت شیطانی باشه. من برم رو پشت بوم، صدا هم از نزدیک این درخت میاد. اینجا پله داشته بودی؟ عملا دیگه هیچی نداره. اینجا یه دریچه هم میترسم زیر پام خالی بشه، چون اصلا این سقف و امن نیستن. درخت داره از خواهش صدا در میاره. از اینجا دوربین فرو میشه. این مشهد عبدالله که گفتم دقیقا یه هفته بوده که خیلی خونوادش رو کتک میزده، اذیت میکرده و توی باد لیمری که میاد، لیمر یه باد جنوبی خیلی تندن که تغییر فصل آب و هوا رو اعلام میکنه. یعنی در ما یعنی در سال در واقع دو بار این باد میوزه و زمانی که باد لیمر میاد توسط این درخت جونش گرفته میشه و خانوادش ناپدید میشن. و این درخت به عنوان درخت روح معروف شده که کسی هم نمیاد اینجا. دوستان بریم پایین. خیلی راش بدم. دیدم احساس میکنم یه دارم خود صدا میاد. خیلی دوست دارم برم بالای این، اینجا که خراب شده، ولی متاسفانه هیچ راهی نمی‌بینم نزدیک بشم و زیرش هم خالی میشه. حالا بذار یه تلاشی بکنم و داخل دوربینم رو بکشم بالا. صداها از این درخت است. جام یه درخت سبز شده. دوربین بالام کات شده. و
و خودتون علامتاتون رو به سمتون فرستادین. من فکر میکنم که برام بالا دوربینم رو بردارم، دوربینی که کات شده، و این ویدیوهای آخر رو چیز میکنم. ممنون که حضور دادیم من به اینجا بیام. ممنونم. بدرود. تا شبی دیگر. از خونه مشهدی عبدالله و خونه درختی که صداهای خیلی عجیب غریب ازش میاد بیرون. امیدوارم که تونسته باشیم راز این درخت رو کشف کنیم. مرسی که همراهم بودیم تو این ویدیو. میبینمتون به زودی.